بر شما بینندگان گرامی، هموطنان عزیز، مشیری هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه اپریل. هر روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید خدمتتون هستم. فرمایید برای اینکه تمرکزی به دست بیاوریم، غزل از حافظ به شما این فرماید: عوده از این دست به فن را در شرب مدام اندازد، این زیر خم زور نهد دانه خال، ای بسا مرغ خرد را دام اندازد. ای خوشا دولت آن مست در پای حریص، در دست داند که دام اندازد. شاهد خام که انکار می و جام کند، پخته گردد نظر آم. روز در کسب هنر کوش، می خوردن روز که چون آینه در زنگ غلام اندازد. اون زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق می شام اندازد. دستور شراب رو در واقع زمانش رو مشخص روز شراب تسد میکنه. زمانی وقت نوشیدن شراب هست، زمان وقت می صبح فروغ است، گرد خرگاه افق پرده شام اندازه. باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد باده تو آن دام اندازد. حافظا حافظا سرد گوشه خودی قرار، بختر بر ابدون ما حافظ شیرازی. خدمت شما عرض دو شش سالی هست ما در خدمت وطنان هست. روزگاری بوده است که یک جای خیلی کوچکی بوده، 3 نفر بودیم واشنگتن یونیورسیتی، بعد تبدیل شد به قانون دوستداران فرهنگ ایران که هنوز برخواست خانم اونجا هستن. نمیدونم از خودما دیگه کسی هست یا نه. آمدیم به لس آنجلس و دست روزگار ما رو رادیو انداخت. من گمان نمی کردم هرگز یک روزی پای من به رسانه‌ای برسد. داستانش از این قرار بود که یک شب منزل دوست گرامی و هنرمند بزرگوار فرید فرجاد بودیم اونجا. از هر دری سخنی می رفت، آگهان تاریخ موسیقی کشید و به تاریخ آلات موسیقی کشید سخن. ما هم سخنی گفتیم، گهان آقای خیلی مرتبی بسیار بسیار مؤدب من نزدیک شدن، گفتن که آقا شما حاضرید این مطالب رو در رادیو هم بگویید. دیدم من آدم رادیویی نیستم، نبودم، بلد نیستم. گفتم کدوم رادیو هست؟ گفت که رادیو ایران.
ساعتی و بچه هاشون. گفتم نه من راحتی ندارم در رادیو. خلاصه شخص محترم و دوست عزیز آقای فریدون دائمی بودن، خیلی دوست دارم یه روز دعوتشون کنم، خاطرات اون روزگار جالبه. اصرار کردن که شما باید بیاید رادیو، ما هم گفتیم سرانجام تسلیم شدیم که خب میریم یه روز بریم چه خبر. رفتیم دیدیم که بله لنگو هست و یک جایی برای میهمان و یک جایی برای میهمان و فریدون دائمی هم برنامهشون شروع شد و یک مبالغی باب ما گفتن. بعد شروع شد یه 10 دقیقه 15 دقیقه هم نشد، گفت حالا ببینیم نوندگان چه نظری دارن. را باز کردن، محبت شنوندگان فوق‌العاده بود، با اینکه ما هنوز چیزی نگفته بودیم، صدای سخن بود و 15 دقیقه بیشتر نبود. عجب 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 کشفی کردی آقای دائمی، کجا بودن ایشون و فراهم جا شدی میهمان برنامه آقای فریدون دائمی. بعد از گذشت یک سال و اندی، یعنی در واقع میهمان برنامه های دوست دانشمند محترم نموری شدیم به مدت نمیدونم 15-16 سالی گذشت. و به سال 2000 گویا رسیدیم که تلویزیون ها باز شد و آقای میبودی زنگ زدن به من که آقا مهمون من باشین در تلویزیون. تلویزیون چی؟ گفتن تلویزیون آقا میره ایران. گفتم عجب، چگونه؟ هم چیزی میسر نیست. در نیویورک تاسیسات NBC و اینا رو دیده بودیم، میان نمیدسه به این تاسیسات. گفت نه آقا اینطور نیست، یک دیشی هست، یه کامیون این دیش رو میفرسته رو ستلایت، ستلایت هم میفرسته ایران. رفتیم دیدیم بله احوال کاملا درسته. یک 4 ماهی ما میهمان ایشان بودیم، حدود 15-20 دقیقه و یه سفر دراز درازی رفتم من به راه های دور. و در بازگشت دیگه ما رهبت اون تیوی شدیم گذار، ما اصلا تصورش رو نمی کرد. چه از اون روزگاری که من در تلویزیون نشستم، چه در روزگاری که در رادیو بودم، کاری که در هیچ کدام نبودم، در سخنرانی ها بودم، جلسات داشتیم، دو چیز مد نظر من بوده که این دو چیز رو من نتوانستم باش معامله بکنم، یعنی ازش بگذرم خاطر مصلحتی. واقع این دو پدیده گرامی و این دو پدیده عزیز رو ندیده بگیریم به خاطر مصلحت خودمون. ملت ایران بوده است، وطن، موضوع عدالت. با این دو چیز قرمز ما بوده، وطن و عدالت برای مردمان، مردمان وطن. و عشق و مهر و دارن که دوستی این وطن در این دل ما به حدی بوده که بقیه 8 زوائدی که به وطن مربوط می شود اما وطنی نیستن در دل ما جای نگرفت. حب لله نگرفت. یعنی این بنده کمتر از میر حاضر نیستم یک برگ شاهنامه رو عوض کنم با همه کتاب‌های آسمانی. این بر می‌خوام.
میخوره، کسی که به من توهین میشه. اینطور بوده جن ما مثلی که از ابتدا بدین وحش بوده. آقا فلان کس در مدینه نماز خونی بوده عجیب، 24 ساعت نماز میخونده، روزه میگرفته، زاهد بوده، چنین و چنان بوده، هر رو حج میرفته، میرفته که میرفته. اون وطن همیشه در مرکزه، در وطن من و مردمان من تأثیر چه بوده؟ او 24 ساعت نماز میخونده. آرت به دزدان بیانصاف انسو میامدن اموال برادران من رو میدزدیدن، خواهران من رو به بسارت میبردن، که همونی که نشسته اسمش امام اونجا داره نماز میخونه بتونه ریپش کنه اونجا برابر دین مبین در مبین. اموال مسروقه هموطنان من که با عرق جبین و کد یمین به دست آمده مفت بخوره و این نماز بخونه، نه یه رکعت و دو رکعت و سه رکعت و سی رکعت بخونه. قائم اللیل، قائم الدهر، زهد اینها یک پنی ارزش نداشته در ذهن من. مطلقا و ابدا آدمی که وطن نداشت، هندی به وطن نداشت، هویتی نداشت، یک آدم سرگردان و شخصیتی است. آدمی که وطنی داشت، وطن گرانقدر و گران سنگی آن ما همه سوابق و با اون بزرگی ها و با اون فرازی ها و بعد اون رو فروخت. عهد دروغین اون کسی که در مکه و مدینه نشسته نماز بخونه و نمیدونم طواف میکنه، هم آدم خرفی است، باید که بره خودش رو تعمیر کنه. در طی این فراز و فرودها ما این خط رو دنبال کردیم، حضور آزادی به وطن، عدالت و واقع هیچ مصلحتی هم به کار ما نبوده. خوشا خوردیم، آقا تو مرد ها شنیدیم، خوردی نکرد. رانندگی و آمدن به تلویزیون خودم به خودم حده حسابی خوب به فلان موضوع یکمی ملایم باشه و بهتره، نشستم بدتر کردم، خودم از خودم بدم آمدی که چرا اصلا چنین فکریه ای گذشت. من آدم ستمگر رو بخوام عادل نشون بدیم بدتر کردم. از این داستان هم یک یادآوری بود از اینی که ما رو نمیشناسن، یک مصاحبه بود که ما دو هفته پیش با تاب امریکا داشتیم با فرشمند آقای فراحتی در باب خرافات، چرا خرافات همیشه شدیده.
این همه خرافات در آیین شیعه هست. ما از ابتدا توضیح دادیم آقا بنیاد آیین تشیع شیعه بر خرافات و دروغ. به همین دلیل اهل تسنن بیزار و متنفرن از شیعیان. ازل باش میگوین، رافضی میگوین، انواع اقسام نامهای دیگر هم میگوین کنن که در بین بعض متعصبین سنت رایج است که کسی میخواهد به بهشت برود دو تا رافضی رو حداقل باید بکشه در این دنیا که بهشتش تضمین بشه. قدیمترین دشمنی ها دشمنی شیعه و سنیه. روید محارج راجع کن همین گوگل، همین گوگل در دست این آقا قدیمترین مناقشات کجا بوده؟ بین چه فرقی بود؟ دوید شیعه و سنی. درست شدنی نیست، درست شدنی نیست. نها میگوید که این اهل سنت سیادت ابوبکر حق علی رو خوردن، این بایستی پادشاه جهان میشده نشده. جهنمی هستند. اونها هم میگویند که اینها داع در دین کردند، اینها جهنمی هستند. حالا اگر ما دنبال کنیم وقایع خونباری رو که این داستان شیعه و سنی رو دنبال داشته، شهرها که آتش زدند، قتل عامها که شده، کتاب قطوری خواهد شد. شهرهای بزرگ در قرن ششم، شهر تشیع غزلها قصاید می ساختن در مت علی در رو روانه می کردن. اینا گفتن مناقب خانان منقبت مولا علی می خوندن آواز در بازارها و کوچه ها. سنی ها اینا رو پیدا می کردن می خوابوندن، زبانش از حلقش می کشیدن، با کارت زبانش می بود. از اون سو اهل سنت فضائل خانان داشتن در فضیلت عمر، سر و قصیده و اینها میگفتن، میفرستادن این آقا رو یا آقایان رو فضیلت های عمر رو به گوش مردم برسانه. شیعیان میگرفتن زبون از بیخ میبردن. چند بار بغداد آتش زدن، شهرهای بزرگ ایران، در خراسان. سنی ها شیعیان راضی شدن یا برعکس. در این جنگ آمریکا با عراق و اینها اندک تعدادی کشته شدن. اما خود این مردم از خودشان اونقدر کشتن که از نمیدونم از حساب گذشت، بیشتر و پونسش سر زارتا شد. موضوع خراف احادیث کلهم اجمعین خرافات. اینو برای اون آقای دکتر میگن بهتره به جای دلائل نادرست و سخنان سست بره به بیماری برسه.
اگر چیزی یاد گرفته در مدرسه پزشکی، وارد قضایی نشه. داستانش خدمتتون خواهم گفت. هست. برنامه ما آقای فراحتی شیر خوردمی تمام شد. دیشب پریشب این دوستان برای من چیزی فرستادن، یک شکایت نامه رو ایشون خوندن. من خوب گوش کنید، استدلال های این دکتر رو ما توجه بفرمایید. این که دکترشونه، ببینید آخوندشون عقلش چقدره. بله، اما قبل از شروع بذارین بخش هایی از یکی از نامه هایی که در انتقاد از برنامه خرافات و مذهب که دو هفته پیش داشتیم برامون فرستاده شده، چند نامه و از جمله این که بدون هیچ پاسخ و تفسیر و توضیح یه تیکه هایش براتون میخونم. این جانب دکتر بهروز نبعی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بدین وسیله مراتب اعتراض و شکایت خود را به برنامه دو هفته گذشته صفحه آخر اعلام می نمایم. میهمان برنامه مهندس بهرام مشیری که در شیمی تحصیل کرده است بودند. نام برده در مصاحبه خود به دفعات به مقدسات شیعیان حمله کرده و جسارت و توهین را از حد گذراندند. این برنامه برخلاف سایر برنامه های گذشته بود، زیرا همیشه مطالب با روش روشنگری بدون توهین و با ذکر سند و مأخذ معتبر ارائه می گردید و شنوندگان توانایی داشتند، توانایی انتقال مطالب نقد شده را داشتند. لکن جناب مشیری که فردی ماتریالیست است، میزان حد که حرمت اعتقادات میلیون ها شیعه و چه بسا اهل سنت در دنیا را از حد گذرانیدند و موجبات رنجش و دلشکستگی جمع بزرگی را فراهم کردند. نمونه های از جسارت که در برنامه صفحه آخر مرتکب شدن به قرار زیر است. الف، مهندس مشیری گفتند حضرت امام رضا ولیعهدی مأمون را با خاری و زاری قبول کرد و به دستبوس و پابوس مأمون عباسی رسید و صبح به صبح در مقابل ایشان دوزانو می نشست. سند این قضیه کجاست؟ اگر سند ندارد به چه حقی موجبات جریحه‌دار شدن احساسات میلیون ها عاشق و طرفدار امام رضا علیه السلام را فراهم می کند. ب. مهندس مشیری گفتند علی ابن ابی طالب در مورد به خلافت نرسیدنش دائما غر می زد. ایشان مکرر شخصیت امیرالمؤمنین را مورد حمله قرار داده و فردی را که مورد ستایش همه جهانیان است حد که حرمت نمودند، در حالی که کمترین تحصیلات و مطالعات را در مورد تاریخ ندارند. واقعه قدیر خم را که حتی در کتب دبستان زمان پهلوی هم ذکر شده بود به کلی انکار نمودند. جیم، آقای مشیری ادعا کردند پایگاه شیعه در خرافات است، سنی ها به خون شیعیان تشنه هستند. ایشان اتحاد شیعه و سنی را در جنگ با داعش به عنوان نمونه نمی بینند و خبر ندارند که سالهاست دارالتقریب بین المذاهب تشکیل شده و شش مذهب مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی، شیعه زیدی و شیعه اثناعشری را به عنوان مذاهب حقه ششگانه معرفی نمودند، بدین معنی که مسلمین می توانند به هر یک از این مذاهب عمل کنند و رستگار شوند. نامه این بیننده محترم ادامه داره با ذکر نمونه های دیگه از صحبت های آقای مهندس بهرام مشیری در برنامه دو هفته پیش صفحه آخر. در پایان نامه نوشتن مطمئنم موضوع روشنگری و افشاگری را از توهین و حد که حرمت بدون دلیل و سند و مدرک مجزا خواهید نمود و موجبات استفاده بیشتر همگان را فراهم خواهید فرمود. از یاد نبرید که از جامعه ای هستید که به همه انبیاء الهی و به ویژه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت نهایت احترام را قائل می‌گردند و تنها سلاح آنان پیراهنی است از ادب که به احترام آن هرگز افراد فحاش و هتاک را بر نمی‌تابند. دکتر بهروز نبعی. گرامی، بعضی هموطنان زنگ زدن که نشنیدن چیزی و توی با برای من میسر نیست که از اول سر بگیرم. بر سر این بود که ما یک بحثی داشتیم هفته پیش آقای فلاحتی در وایس آف امریکا در باب خرافات و اینکه چرا خرافات
یک طرفش به دین وصله و موضوع شیعه‌گری و خرافات. من عرض کردم که از ابتدای کار شیعه‌گری با جهل بوده و با خرافات بوده و توضیحات مفصل در این باب ما دادیم. برابر در واقع مهمترین تواریخ اسلام عرض کردیم که آیه داستان امامت جای خداوند رو گرفته و دین مردم ما امام خدایی هست، یعنی خدا را از صحنه بیرون کردیم، امام رو جانشین کردیم و یک زمینه برای حکومت آخوند تهیه شد در این هزار و چند صد سال. این از ابتدا مبتنی بر دروغ بوده و خرافات، مثل داستان قدیر خوم. قدیر خومی بطور حضرت علی فراموش کرد قدیر خوم رو. این آقای دکتر بهتره بره تب بیماران رو بگیره ببینه که آقا تشخیصی درستی بده، شاید که دو نفر معالجه کرد. از سر تا سر نهج البلاغه سخنی از قدیر خوم نیست، از سر تا سر تاریخ‌های مهم اسلام سخنی از جانشینی حضرت علی علیه السلام در موضوع قدیر خوم نیست و هیچ یک از اصحاب، این چند هزار نفر هم هیچ کس یادش نبود، در هیچ کدام خبری نیست جز در احادیث شیعه خودش هم میگن. و ایشان علب مستندات میکند، خودش میگوید که در روزگار پهلوی در کتاب بچه ها قدیر خوم آمده بود. حالا ببینید سندشناس مملکت ما رو ببینید، آقای دکتر خیلی محترم، در کتاب بچه ها نوشته شده بود. داستان امام رضا از اون جهت مهم است که یک سر موضوع امامت رو باطل میکنه. این سخن ملایان شیعه در واقع حکومت در جهان حق اولاد علی بوده و در نبوت امام زمان نمایندگان اون حکومت خواهند کرد تا امام زمان ظاهر بشود، اینها یک سره سخنان نادرست بوده در واقع. و چون امام حسن عسکری به سر نداشت منقطع شد این نسل، اما اینها دروغ رو ساختن رو از شبت که امام غائب رو و زمینه برای حکومت آخوند و امروز هم همین رو میگوین. میگوین مردم که آدم نیستن که بخوان رأی بدن، ما نمایندگان امامیم از طرف خدا، در روزگار مشروطه هم همین رو میگفتن. چگونه بود داستان امام رضا؟ این لقب رضا رو هم مأمون به ایشون داد، شاید هم مثلا نمی دانن این اسم رضا رو ایشون عنایت کرد، مأمون امپراتور اسلام عنایت کردن به ایشون. در خراسان همواره انقلابات بود، و برمکی بزرگ گفته بود که آقا اینقدر ستم نکنید به مردم خراسان، شاید روزی برسد که تو به نفس خیش بایستی لشکر بکشی به خراسان. و همچنین هم شد و هارون الرشید پدر مأمون و امین، این میگویند 13 تا با پسر داشته، قسمنامه درست کردن، اما مأمون رو با خود برد به خراسان، خودش هم از طریق دیگری رفت و در بین راه بیمار شد و مقصد البته رسید. دشمن رو دستگیر کردن، قصاب دستور داد آوردن تمام بند بند پیکر بابا رو
از هم جدا کرد. هارون هم فوت شد و در همین محلی که امروز مرقد مطهر حضرت سامر الائمه است، این مرقد هارون رشیده. حالا اگر که امام را خاک کردن، خواستن احترامی برای امام باشد، چون کار رو مأمون کرد. باری ایرانیان خصوص این خاندان سه دو برادر بودن، بودن آقا ما اگر شما رو به خلافت اسلام رساندیم و رقیب شما که همین هست و الان در بغداد ادعای خلافت دارد رو برداشتیم، شما به ما قول بده یکی از این علوی ها رو یا برای اینجا ولی عهد کنیم. و این کار کردن دست طاهر ذوالیمینین، بعد البته طاهر رو هم با ترفند کشتن. این کار انجام شد، همون اما توجهی نداشت این داستان. حالا که این آقای دکتر نبعی عرض میکنم که از طلب سند میکند، ما از معتبرترین سند اسلام تاریخ محمد ابن جلیل طبری براشون میآوریم تا خیالشون راحت بشه. داستان فضل ابن سعد و این علوی ها سلوک کرده بودن در نبود مأمون و داستان خیلی دراز هست، فتنه ها که انگیخته بودن و بعد ناچار می شوند که یک کسی رو انتخاب بکنن. میگوید و مردمان بغداد را صبر نماند. از صفحه 1240 تاریخنامه طبری. و مردمانی که به صلاح بودند گرد آمدند تا این مردمان را از فساد باز دارند، نتوانستند باز داشتند. یعنی علویا، یعنی شیعیان سلوک میکردن و حاضر نبودن به صلح. و غلبه اهل فساد را بود، تعداد اینا بیشتر بود که فساد میکردن، شلوغ میکردن، در پنجره میشکستن. و حرب کردن و کشتن بود میان ایشون. و این خبرها به بغداد سوی مأمون میرسید و فضل ابن سعد بسیار بر وی پوشیده کردی. این اتفاقاتی اونجا می افتاد، فضل ابن سعد نمی گفت به مأمون که چه خبری در بغداد. عرض بکنم کی می گفت بهش، کی بهش خبر داد؟ گفتی این علویان می کنند، به هر شهر علوی برخواسته است و خیشتن را دعوت همی کند و نگفتی از بحر حسن می کنند. برادرشه در همکاری های حسن، ولی نمیخواد بگه برادر من باعث این چیزاست. بعد میگوید مأمون گفت چه باید کردن و با فضل تدبیر کردی هر روز. آخر رای بران افتاد که یک تن از علویان بنگرند، مردی پارسا به خلق او را پارسا دانند با علم و با این فتنه ها و فضولی ها ایشتن را نیالوده و علویان او را بحق شناسند و مأمون او را به خراسان آرد و ولی عهد کند و خلافت از خیش او را دهد تا این علویان بدانند که از پس مأمون خلیفتی فرزند عباس چون شد و به آل بوطالب افتاد، یعنی بوطالب تا بی آرامند و این فساد علویان به شهرها بنشیند و علویان بر در مأمون گرد آیند. از بنگریست که این کار را که شاید، کسی شایستگی اینو داره که
دعوتش کنن بیاد و در واقع ولیعهد بشه برای محمود. برای هارون اینا نخستین خلیفه سفاح بوده از این بنی عباس، بعد منصور دوانیقی بوده و اینا بسیار کشته بودن از این خانواده و از این خاندان. حالا یکیشون میخواست ولی عهد آدم هایی بشند که ماها اینا رو کشتن فصله. و در موضوع امامت که میگویند که این امامت بر حق است و این یکی پس از دیگری امام بودن، نکته اینجاست که اگر این حضرت سامر الائمه معتقد بودن معترف بودن که امام هستن، هرگز قبول نمی کردن که بروند و ولیعهد دشمن خاندانشون بشه. پس به علت امامتی در کار نبوده. و من این سید النار را برادری بود به بغداد، نام وی علی و از همه علویان کس از وی داناتر نبود و پارساتر و پسرزاده جعفر صادق بود و این علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب بود علیهم السلام. و او را پسری بود نام وی محمد ابن علی، همچون وی با علم و صلاح از همون با فضل تدبیر کرد که او را از بغداد بیاورند و مأمون او را ولی عهد کند از فتح خیش و مذهب شیعه اندر میانه عامه پیدا کند و به امامت علویان دعوت کند و فتنه علویان اندر جهان بنشاند و بر مأمون بیارامند. این تدبیر راست کردند و فضل مر مأمون را نگفت سپاه بغداد این همه فتنه که می کنند از آن است که مرا برادرم حسن را به امیری نمی خواهد. خودش و برادرش حسن کجا نمی خواستند، انداخته بود به گردن علوی ها. گفت حالا چارش اینه که یه علوی بیاوریم تا بیارم. پس مأمون خار خود را رجاء ابن ابی ضحاک و خادمی نام به فرناس از مرد به بغداد فرستاد تا علی ابن موسی را بیارن. علی ابن موسی همین امام رضا. و به مرد مأمون مذهب شیعه تدیس کند و گفت از پس من خلیفت علی بود و امامت او راست و بر وی ستم کردن روا نیست و بنی امیه بر فرزندان بوطالب ستم کردند و بنی العباس ستم کردند و حق مریشان راست. من خیشتن را نتوانم کردن ولیکن خلافت از پس من خلافت ببخشید و خیش ایشان را دادم و ولیعهد علی ابن موسی ابن جعفر را کردم و او را گفت تو حقتری از فرزندان من و از همه بنی العباس و او را رضا نام کرد و گفت علی ابن موسی رضا من آل محمد. این اسمم اسمیست که مأمون داده به امام رضا، رضا نبوده. مطلب مهم تاریخی است. بله. یاد و گفت علی ابن موسی رضا من آل محمد و مأمون بیعت مردمان ستد از فسخیش مر علی ابن موسی را و از او پسرش را محمد ابن علی و او را دو دختر بود، یکی مهدر نام ام حبیب اون را به زنی به علی داد و دیگر ام کهزر ام الفضل به زنی به محمد ابن علی داد. داد به خودش که داد به پسرش، دو تا دخترش محمد داد بر پسر ام رضا و پسرش. و
و جامعه سیاهان علم سیاه بیفکند و جامعه سبز بپوشید و گفت جامعه سیاه جامعه دوزخیان است و جامعه سبز زینت بهشتیان. غزه ابن سهر را بفرمود تا به هر شهری نامه کرد تابعیت رضا از همه مردمان بگرفتند. خیلی خوب، این که بنده گفتم می آمده خدمت مأمون و احترام می کرده و می نشسته رسم روزگار بوده. امپراتور وقتی می نشست مأمون بوده، معاونش و ولیعهدش می آمده با احترامات تمام اونجا در مقابلش می نشسته، منتظر فرمایشاتش می شده. قانون روزگار بوده. در روم هم چنین بوده، در ایران هم چنین بوده. ما سکه های هرقل رو ببینید، خودش هست ولی عقیش هم پشت سرش. ولی این عجب داستان کجاست؟ شگفت انگیز بودن قصه کجاست؟ که صبح به صبح ایشون می آمده خدمت مأمون، امپراتور بوده و ایشون ولیعهدش بوده، پس در خدمتش و گوش به فرمان بوده که دستور چه می دهد. و بعد توضیح می دهد که در یک روز در حضور مون انگور بسیار خورد و بیمار شد و فوت شدن. در سامر لعمه مأمون هم آمد و به احترام او من او رو در کنار پدرم آرون آب می‌سپارم که همین جاییست که الان هم این داستان. وزیر خمان که ده ها بار ما بردیم و سنتون ثابت کردیم اینجا مبتنی بر مستندات مهم که چنین چیزی نمیتونست باشه. از رسول نفرمود بعد از من این جانشین من نمیشد، همچی اتفاقی نمیشد، اگه خوبیزی میشد روح مسن مجرب و بودن بسیار دارم نسی بودن مثل وقت ما حتی در موضوع رهگیری هم گفتن که یا علی تو جوانی تو وقت داری، رای دادن به ابو بکر. دلش کجاست بنده نمیدونم. بعد این ذهنیت بردگی، ببینید ما مردم قائم به ذات نیستیم روی پای خیشتن. بگوییم ما مردم، این مردم گردن متکی هستیم به تاریخ بسیار غنی و نیرومند، متکی هستیم به بزرگی هایی که در گذشته داشتیم، متکی هستیم به عرض می کنم که به این فضل و فضیلتی که اجداد ما گذاشتن. نه، اینا شخصیت ما رو از ما گرفتن، خالیمون کردن. هزار گریه، هزار تون گریه میکنیم یک بچه‌ای که در دیار غریب کشته شده. یک بار اشک ما برای قتل عام خراسان، میلیون ها آدم قتل عام شدن، یک بار بهش فکر هم نکردیم. ما بودن
جهانیان بودن، گناه بودن. یک روزی به نام اینا بیم یک انعکاسی برای تصویب خوراستان و شهرهای دیگر کار مغول و تیمون یعنی ارزش های عزیز رو از ما گرفتن، ارزش های جعلی و غیر ایرانی رو در رگ های ما جاری کردن. اگر نیکی میکنیم در جایی نه به خاطر نفس نیکی است، برای این است که یک موجود موهوم یا یک شخصیت بیگانه بیابانگرد یک چیزی به ما بده. به من کور عاجز کمک کن، حضرت عباس بهت عوض بده. غیر از اینه اینا میگوین توهین. اگر نیکی میکنی به خاطر نیکی بکن، حتی نیکی سقراط گفت هر کسی نیکی میکند اون نیکی به او باز میگردد، همون حس نیکی کردن مزدیست که میگیرد. ما میگوییم که 5 تومن بده حضرت عباس این برابرش میکنه بهت میده. این فضیلت اخلاق رو هم از ما گرفتن، عواطف انسانی ما رو هم لطمه زدن. این دلمون به حال خودمون نمیسوزه. همسایه گرسنه است، بیچاره است، مریضه، بره و بزغاره رو بگیریم باید برم در مسجد بکشیم. حالا امروز نمیدونم عاشورات قیمه بدیم شاید حسن اونجا پارتیش رو ما رو برد به بهشت. نیکوکاری بر افتاده. اخلاق نیک خدا حافظ. به خاطر همین اعمال جعلی گویان که چی توهین میکنن. اگه اینا توهینه خیلی باشه. گفته است که مشیری گفته است که ایشون غور میزده مرتب اشاره میکرده حق ما رو خورد، این حق ما رو خورد. یه نامه ای دارد گوید در کتاب خیلی مهم جنگ صفین میگوید حسد تو حد فزون است. این آدم کشی که به راه انداختی و این لشکر کشی بدون جهت است که نمیتوانی تحمل کنی من حاکم باشم در شام. مشکل ما اینجاست که آدم های معمولی آدم بودن. آقا این همه انسان بودن، انسان دوپا. بعضی ها زاهد بودن، بعضی ها نبودن، بعضی ها دنیا دوست بودن، بعضی ها کمتر بودن یا نبودن، مثل همین آخوندهای امروز، مثل همین آدم های امروز. ما لباس خدایی به تن اینها کردیم. فکر میکنیم که
انقدر به دست اینها بوده، در حالی که در روزگار خودشون اینا با آدم های معمولی بودن مثل بقیه. اگه آدمی درجه بندی میشد خاطر چیزی بود که داد بهش منتصب میکرد. من آقا زبیر شجاعتر از تو فرض کنید خالد ابن ولی با میکردن بودن جنگ سواره کس مثل زبیر نکرد میدیدن مشهود بود. حالا ما مردم ایران بعد از 2500 سال تاریخ کارمان اینجا رسیده است که حرف یومیه رو نمیتوانیم بزنیم، میگویند که توهین شد. آدمی که ذهنیت بردگی بهش تلقین شده، برده وقتی دنبال ارباب را میافته تنها دغدغش اینه که به ارباب احترام گذاشته میشه، ناراحتیش اینه که کسی به ارباب بی احترامی کنه. ارباب نشسته چای آوردن نلبکی نداشته و برده برده ذهنیت بردگی است. عزیز دکتر جان در کدام جهان که جهان احترام میگذارند؟ خودمونیم. من بچه شیعه هستیم آقا، ما 15 سالمون بوده چند قصیده خوب در مدح علی داریم در پرونده. ولی کجا در جهان حالا شما میفرمایید به ایشون در تمام جهان احترام میذارند؟ کدام جهان؟ چه دلیل؟ بعض شیعیان بله آسمان و زمین رو ایشون ساخته، نه از در تسنن عمر بسیار پایین تر برای هم که کرده تا اسلام دارم دست بود یک اینچ خاک برای اسلام نگرفته. از در عمر امپراتوری ها گرفته بسیار یکی نیست، ولی بی احترامی نمی کنن. خلیفه چهار آنت را از گذرانی زن چرا میزنی برادر؟ همه ضبط شد. ولی مطیع اوامر پادشاه پادشاهی رو درست کرده بودن، درست گرته برداری از پادشاهان ساسانی. مثلا یه وقتی داریم ما بسیار خوب گذارم سنجر جان، شما هموطنان خیلی خیلی ممنونم توجه فرد بودید. دارم که باز در خدمتون باشیم روز چهارشنبه.